بر اساس گزارش جدید اتحادیه اروپا مسلمانان در سراسر اروپا با افزایش نگران کننده در نجات و تبعیض روبرو هستند که بخشی از آن ناشی از گفتمان ضد اسلامی است به گزارش همکارم در این زمینه توجه و فرمایید بر اساس گزارشی که توسط آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا منتشر شده است، مسلمانان در اروپا با افزایش نگران کننده نجات پرستی و تبعیض مواجه هستند. این نظرسنجی که در میان 9600 مسلمان از 13 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان می دهد که تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان به تازگی با تبعیض روبرو شدند. طبق این گزارش این تبعیضها در زمینه های مختلف زندگی از جمله آموزش، بازار کار و مسکن به وضوح مشاهده می شود. برخی از کودکان مسلمان در مدارس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و مسلمانان با مشکلاتی در دسترسی به فرصتهای شغلی و مسکن مواجه هستند. این شرایط با افزایش نفوذ احزاب راستگرا در کشورهای مختلف تشدید شده است. برای مثال در اتریش که حزب راستگرای ضد مهاجرت در آن پیشرفت زیادی داشته است 71 درصد از مسلمانان اعلام کردند که به تازگی با نجات پرستی مواجه شدند. همچنین در آلمان با افزایش نفوذ حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان 68 درصد مسلمانان گزارشهایی از تجربه تبعیض ارائه کردند این گزارش می که زنان مسلمان به ویژه آنان که لباس مذهبی مانند حجاب می پوشند با نرخ بالاتری از تبعیض در بازار کار مواجه هستند سازمان حقوق بنیادین اتحادیه اروپا خواستار وضع قوانین سخت گیرانه تر علیه جرائم نفرت و تبعیض شده است